امشب در 24 تظاهرات 200,000 نفری اینجا در واشنگتن دی سی در حمایت از اسرائیل در غزه. ارتش اسرائیل مدعی پارلمان، نهادهای دولتی حماس و مرکز پلیس غزه رو به تصرف درآورده. تهدید دوباره اسرائیل توسط حوثی‌های یمن. رهبر حوثی‌ها گفته کشتی‌های اسرائیلی رو هدف قرار میدن. وزیر خارجه اسرائیل دبیرکل سازمان ملل رو فردی نامناسب برای این مقام خونده. الی کوهن گفته گوترش برای محکوم کردن گروه حماس به اندازه کافی اقدام نکرده. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرخزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام به شما. در 39مین روز از جنگ ارتش اسرائیل به عمق شهر غزه رسیده و با نیروهای حماس در نزدیکی بیمارستان‌ها درگیرند. اسرائیل همینطور اعلام کرده نشانه‌هایی رو در زیرزمین یکی از بیمارستان‌ها پیدا کرده که نشون میده حماس گروگان‌ها رو در اونجا نگه می‌داشته. از خاک لبنان در شمال اسرائیل هم حزب الله حملاتش رو بیشتر کرده. همزمان با درخواست از اسرائیل برای آتش بس، وزیر خارجه این کشور گفته اسرائیل تا 2 یا 3 هفته دیگه مجبور میشه عملیات نظامیش رو در غزه متوقف کنه. در همین حال اسامه همدان، مقام ارشد حماس، گفته جنگ تازه شروع شده و چیزی به گفته او بزرگتری در پیشه. بابک اسحاقی خبرنگار ما از تل آویو با ماست با تازه ترین ها از وضعیت جنگی در غزه. بابک. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل دقایقی پیش در جلوی تلویزیون اعلام کرد که شمال و مرکز غزه دیگر به هیچ عنوان در اختیار سازمان حماس نیستش. همچنین سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد که فردا قرار هستش که تیپ ارتش اسرائیل که از شمال وارد غزه شده بود و تیپ دیگری که از مرکز وارد غزه شده بودند هر دو به هم خواهند رسید و در یک مراسم رسمی رهبران و فرماندهان هر دو تیپ با هم دیگر در اونجا دست خواهند داد و این نشان دهنده اون هستش که به نظر میاد که کار در شمال غزه کم و بیش رو به پایان هست. البته نبردها همچنان ادامه خواهد داشت تا هر چند گاهی که از تونل‌ها افراد حماس سر بیرون بیارن ارتش اسرائیل با اونها به نبرد بیانجام. در کنار این الان موقع تصمیم هستش، تصمیمی که آیا ارتش اسرائیل جنگ را از شمال غزه اکنون به سوی جنوب غزه خواهد برد و یا منتظر معامله اصلی برای آزادی گروگان‌ها خواهد شد. امروز تلویزیون‌های اسرائیل میگویند که ساعت‌های حساس را مسئله گروگان ها داره میگذرونه. رئیس شینبت سازمان امنیت داخلی اسرائیل امروز به مصر رفته و گفته شده که داره آخرین جزئیات در رابطه با مسئله گروگان ها را با مصری ها حل میکنه. طبق این معامله قرار هستش که بین 3 تا 5 روز آتش بس در غزه اعلام بشه و پس از اون بین 50 تا 100 گروگان آزاد بشن و در مقابل اسرائیل هم زندانیان زیر 18 سال و زنان زندانی در اسرائیل را آزاد بکنه. هنوز هیچ کدوم از این مسائلی که گفتم تایید کامل دولت اسرائیل و یا حماس را نگرفته، اما به نظر میاد که مسئله به آن سو پیش میره. در کنار اون حملات به داخل اسرائیل هم امروز شدت گرفته بود. به تعداد موشک هایی که فردا به اسرائیل امروز پرتاب شد بسیار بیشتر از دیروز بود. این نشانه این هستش که هنوز حداقل از جنوب غزه حماس میتونه پرتاب موشک ها را ادامه بده و مدیریت بکنه. یک موشک به سوی مرکز اسرائیل در تل آویو هم پرتاب شد. در کنار اون حدود 1 ساعت پیش حوثی های یمن اعلام کردند که موشکی را به سوی اسرائیل پرتاب کردند. ارتش اسرائیل میگوید که این یک موشک زمین به زمین بوده و پیکان 3 سامانه ضد هوایی اسرائیل اون را بیرون از مرزهای اسرائیل در آسمان رهگیری کرده. در کنار اون در شمال اسرائیل هم امروز چندین بار اعلام شد که موشک های ضد تانک
از طریق حزب الله لبنان به اسرائیل شلیک شده، اما تعداد اونها و تعداد موشک‌هایی که به اسرائیل و به شمال اسرائیل شلیک شد امروز کمی کاهش پیدا کرده و هنوز معلوم نیستش که در حقیقت چه در شمال اسرائیل خواهد گذشت. در کنار اون فرداد این را هم باید بگویم که در اسرائیل گفته میشه که این جنگ جنگی هستش که ادامه دار خواهد بود. این امکان وجود داره که بین 2 تا 3 ماه دیگر کاملا نوار غزه به تسلط ارتش اسرائیل در بیاد، اما این پایان جنگ نخواهد بود. درگیری ها ادامه خواهد داشت و به گفته بسیاری از مقامات امنیتی در اسرائیل این جنگی هستش که بیش از 1 سال ادامه پیدا خواهد کرد و نباید فراموش بکنیم که همه اینها با ورود حزب الله لبنان کاملا به جنگ میتونه تغییر پیدا بکنه. و همچنین اینکه آیا جمهوری اسلامی ایران در رابطه با نیروهای نیابتی خودش در سوریه، در لبنان و همچنین در یمن چگونه تصمیم خواهد گرفت؟ ممنونم از تو بابک اسحاقی، خبرنگار ما از تل آویو. ده ها هزار نفر از طرفداران اسرائیل در حمایت از این کشور در جنگ با حماس در تفرجگاه ملی آمریکا در واشنگتن دی سی تجمع کردند. تصاویر زنده داریم اتفاقا از مرکز شهر واشنگتن دی سی. همطور که میبینید هزاران نفر از مردم در این مراسم شرکت کردند. بعضی رسانه‌ها حرف از این میزنن که نزدیک به 200,000 نفر در تظاهرات امروز شرکت کردند. حتما در روزهای گذشته دیدید تظاهرات مشابهی در حمایت از فلسطینی ها هم در روزهای گذشته همینجا در ایالات متحده آمریکا هم در شهرهای مختلف دنیا در جریان بود. یکی از بزرگترین هاش در بریتانیا بود که گمان میره چیزی نزدیک به 300,000 نفر در اون شرکت کردند. تظاهر کننده های امروز از سراسر ایالات متحده برای راهپیمایی برای اسرائیل در واشنگتن دی سی حضور پیدا کردند. این مراسم با تشدید تدابیر امنیتی برای حفظ امنیت تظاهر کننده ها بود. تصاویر زنده رو دارید میبینید از مرکز واشنگتن دی سی، فاصله چندانی با کنگره و کاخ سفید نداره. همطور که میبینید بسیاری از حامیان اسرائیل از جمله هزاران هزار یهودی ساکن ایالات متحده در این مراسم شرکت کردند. تصاویر زنده رو دارید میبینید. رئیس جمهوری اسرائیل هم از طریق یک پیام ویدئویی زنده در جمع حاضرین امروز سخنرانی کرد. علی‌رغم هزاران مایل یا کیلومتر فاصله ای که وجود داره، آقای هرتزوگ گفت که اونها با هم متحد هستن برای راهپیمایی برای نوزادان، دختران و پسران و زنان و مردانی که به گفته او به طرز شرورانه توسط حماس گروگان گرفته شدن، راهپیمایی برای حق هر یهودی برای زندگی سربلند و ایمن در آمریکا، اسرائیل و سراسر جهان. او پیامی رو با این مضمون فرستاد. همزمان با ادامه درگیری ها مقامات اسرائیلی از جمله بنی گانتس بار دیگه به حزب الله لبنان هشدار دادن که در صورت افزایش حملات ضربات دردناکی رو تحمل می کنند. بنی گانتس که عضو کابینه جنگ اسرائیل گفته امیدواره دولت لبنان و حزب الله واقعیت رو ببینن. ما از توانمندی‌های نظامی حزب الله با خبریم و همینطور از توانمندی‌های بسیار بالاتر نظامی خودمون. همچنان بسته به نیاز به شیوه دفاعی و تهاجمی عمل خواهیم کرد و اگر نیاز باشه ضربه دردناکی به لبنان و حزب الله وارد خواهیم کرد. ما میدونیم چگونه این کار رو به طور کشنده انجام بدیم. امروز با مقامات نظامی و غیر نظامی بخش‌های شمالی اسرائیل دیدار کردم. کاری که دیدم در حال انجامه به خوبی، دقت و حرفه‌ای انجام میشه. ما از کشورمون با هر وسیله‌ای که لازم باشه دفاع خواهیم کرد. امیدوارم دولت لبنان و نصرالله با اون چه در عرصه واقعیت در حال وقوعه رو در روشه، چرا که دارن مردم خودشون رو به خطر میندازن. اگه اونها درگیری رو تشدید کنن میدونن نتایجش در لبنان چه خواهد بود. اسرائیل در شمال همانند سایر مناطق به دنبال تامین امنیته و ما همچنان هر اقدامی رو که ضروری باشه انجام میدیم. شکریه برادوس، پژوهشگر امنیت بین الملل و سیاست خارجی از دانشگاه ویرجینیا تک در واشنگتن دی سی با ماست. خانم برادوس، با این که به نظر نمیاد نشانه وجود داشته باشه که اسرائیل و حزب الله به دنبال یک جنگ تمام عیار هستن، ولی تقریبا یک روز در میان، شاید بشه گفت هر روز، از سمت مقامات اسرائیلی میشنویم هشدارهای این چنینی رو، چقدر این نشانگر اون هستش که اسرائیل الزاما مطمئن نیستش که گام بعدی حزب الله چه میتونه باشه؟
به خاطر اینکه میدونید هر تو سخنرانی حسن نصرالله که منتظر بودیم یک جنگی رو اعلام کنن، گرچه من شخصا منتظر نبودم چون سیاست حسن نصرالله چند سال همین بوده که این زد و برخورد هایی که بعد 2006 صورت گرفته تا امروز هم ادامه داره رو ادامه داده باشه، ولی خب تمام توجه ها به جبهه شمال اسرائیل بوده. ولی حرفای دوم حسن نصرالله که به خاطر سخنرانی اولش که سخنرانی دومش اهمیت آنچنانی نداشت، اصلا مطبوعات اهمیت آنچنانی بهش نداد چون که میدونستن سخنرانی دوم بیشتر از سخنرانی اولم نخواهد بود، اعلامش هم این بود که همین سیاست ادامه خواهند داد. حالا با اینکه گفتم ما یه موشک جدید رو هم استفاده کردیم، جبهه بازه و اکتیو هست، ادامه خواهیم داد. یعنی سخنان تکراری که نشون میده حزب الله میلی نداره که تشدید بده این حملات رو. ولی چیزی که الان هست فشارهایی که دولت بایدن بر نتانیاهو داره، خب میدونیم هم سخنان وزیر دفاع اسرائیل، هم سخنان نتانیاهو، هم حملاتی که الان اسرائیل در شمال داشته در مورد لبنان، خب از 2 کیلومتری الان تقریبا 16 کیلومتر داخل لبنان حمله کرده. همون دکترینی که 2006 استفاده کرده، دارهیا رو که به اسم یکی از مناطق جنوب لبنان استفاده میشه این دکترین، یعنی میاد مناطق مسکونی، مناطق چه نظامی چه مسکونی با هم میزنه و اینجا فشار داخلی بر اون نیروی نان استیت اکتور، یعنی نیرویی که دولتی نیست رو افزایش میده. دوباره به نظرم از همون دکترین داره استفاده میکنه، فشارهای روی حزب الله در لبنان رو افزایش میده و این باعث میشه حزب الله نتونه راحت تر هر تصمیمی هم اگه بخواد بگیره، اگه بخواد حملاتش هم بیشتر کنه، اینجا دچار مشکل میشه و اسرائیل داره به نظر من اون استراتژی رو جلو میبره. حالا بماند که امروز خب نتانیاهو گفته هدف ما به خاطر فشارهایی که آمریکا هست میگن نمیخوایم جبهه جدیدی باز بشه و این حملات رو نسبت به حزب الله بیشتر نکنین، نتانیاهو در جوابش گفته خب هدف ما الان پیروزی در مقابل حماس و آزادی گروگان هاست و اینجا نشون میده که خب این فشارهای آمریکا در مورد اسرائیل و اینکه خود اسرائیل هم نمیخواد جبهه جدیدی باز بشه، در جواب نتانیاهو به نظر من این رو میشه دید. خود حزب الله هم طبیعتاً حدس میزنم که نمیخواد جبهه تازه باز بکنه، اینطور نیست؟ 100% همونطور که گفتم به خاطر اینکه شرایط داخل لبنان این اجازه رو به حزب الله ندیم. حزب الله حاکم مطلق لبنان نیست و مثلا اختلافاتی که الان بین حزب الله و گروهای سنی ها و حتی گروهای مسیحی ها که خب همپیمان بودن باش الان بیشتر هم شده و به خاطر اینکه ما خب هنوز هم از واقعی بندر بیروت هنوز هم نتایجش و هنوز خسارات یا زیان های مادی که به این بندر وارد شد که حزب الله مسئول اساسی این کیس هست و میدونیم خب چند تا دادگاه هایی که اجرا شد در لبنان رو بایکوت کردن، اجازه ندادن نتیجه برسه. یعنی کلن این وضعیت اقتصادی و سیاسی که لبنان در اون الان دست و پنجه نرم میکنه و گریبانگیر این کشور هست رو مردم تقصیرش رو به گردن حزب الله میندازن که نتیجهش هم در آخرین انتخابات لبنان دیدیم که حزب الله کرسی های پارلمانیش کمتر شد. بنابراین حزب الله و حتی جمهوری اسلامی هم نمیخواد حزب الله درگیر بشه چون که مرسایی میدونه الان حماس رو داره در نوار غزه قدرت حماس از دست رفت، یعنی حماس رو داره از دست میده، نمیخواد حزب الله هم دچار چنین سرنوشتی بشه، در حالی که الان میدونیم خب الان به نظر من تو جبهه سوریه هم دچار مشکل شدن چون این گزارشا داره میگه 1500 تا از نیروهای حزب الله رو از سوریه آوردن به جبهه لبنان، یعنی 1500 تا نیروی حزب الله از سوریه خارج شده. حالا بماند میگه خب از ارتش سوریه هم دفاع هوایی ارتش سوریه میخوام استفاده کنم بیارن به لبنان، یعنی باعث میشه اون جبهه سومی که در موردش خیلی وقتا صحبت کردیم که ممکنه از اگه حملات یا چند جبهه صورت بشه صورت بگیره در سوریه هم اون حملات صورت بگیره، اینجا جبهه سوریه رو انقدر قوی نگه نمیداره و حالا بماند که اصلا بشار اسد علاقه ای نداره که بخواد سوریه رو به عنوان یک جبهه دیگری در مقابل اسرائیل قرار بده. میدونیم خب بشار اسدی که الان تنها کسی که به نظر من خیلی خوشحال از وضعیت کنونیه و میاد در مجالس دولت‌های عربی در مورد کشتار زنان و کودکان و حمله بیمارستان صحبت میکنه که واقعا طنز تلخی هست، به هیچ عنوان به نظر من راضی نخواهد بود که بخواد وارد جنگی بشه که جمهوری اسلامی الان اگر وارد جنگ بشن حزب الله تمام سعیشو خواهد کرد که تمام گروهاشو استفاده کنه و خودش وارد شه این جنگی نشه. حالا موضوع عراق هم خاصی، موضوع عراق یک موضوع دیگری است که واقعا جای ترک کردن و بس کردن داره. شکریه برادر دوست از واشنگتن دی سی، ممنونم از شما.
رهبر حوثی‌های یمن میگه این گروه کشتی‌های اسرائیلی رو در دریای سرخ و تنگه باب المندب هدف قرار میده. عبدالملک حوثی در یک سخنرانی تلویزیونی گفت این گروه دائما در حال رصد اوضاع و جستجوی هر نوع کشتی اسرائیلی در دریای سرخ و به ویژه تنگه باب المندب در نزدیکی آب‌های یمنه. این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی در چند هفته گذشته چند پهپاد و موشک رو به سمت اسرائیل شلیک کرده و نگرانی‌ها از گسترش جنگ به کل خاورمیانه رو بیشتر. حسین آریان تحلیلگر امور نظامی راهبردی از نیوکاسل با مساق آریان، چقدر به نظرتون ایالات متحده و اسرائیل تهدیدهای اینچنینی رو باید جدی بگیرن از سمت حوثی‌ها؟ خب به هر حال این گونه حملات رو جدی میگیرند، ولی کارهایی رو که تا حالا حوثی‌ها انجام دادن در ارتباط با پرتاب موشک و همینطور پهباد خسارت اونچنانی وارد نیاورده. میدونیم که خود اسرائیل هم تایید کردن که یک پهباد به یک ساختمانی در بندر ایلات خورد، ولی فقط خسارات ساختمانی بود و خسارت جانی در پی نداشت. و همینطور گزارش های دیگری داریم که سامانه پاتریوت یا همون یهالوم اسرائیل یه موشک را در صحرای نگب رهگیری کرده. در جای دیگری میخونیم که باز اسرائیل موشکایی را که از طرف دریای سرخ به طرف اسرائیل پرتاب شده بود رهگیری کرد و یک موشک به طرف اینا پرتاب کرد. در مجموع به نظر میرسه که غیر از اون پهباد صدمات دیگری وارد نشده و اسرائیل تونسته جلوی به حساب این تحرکات حوثی‌ها رو بگیره. و در این حال تا اونجایی که ما میبینیم از گزارش ها این موشک ها میسین که برد کافی نداشتند واقعا به هدفشون برسن، و قبل از اینکه اصلا به هدف برسن اسرائیل را از بین برده. ولی اون چرا که عبدالملک حوثی میگه در دریا ما میخواییم کاری را انجام بدیم، این تا حدی قابل تحمله با توجه به توانایی هایی را که حوثی ها دارند. البته به این معنا نیست که اینا خیلی راحت میتونن این کار انجام بدن، برای اینکه ناوهای آمریکایی اونجا هستن در منطقه، یک ناو هواپیما بر است و اون چرا که حوثی ها دارن. اصلا حوثی ها چه چیزی دارند و چه کاری میتونن در دریا انجام بدن؟ یکی از کارهایی که میتونن انجام بدن استفاده از موشک های ساحل به دریا ضد کشتیه که اینا رو از ایران گرفتن، مثل بدر یک و دو و سه و قاسم یک. کار دیگری رو که حوثی ها سابقه داره و وسیله‌ای که میتونن ازش استفاده بکنن شناورهای هدایت شونده بدون سرنشین حاوی مواد منفجر است. در سال 2017 از یکی از این شناورها استفاده کردن در ژانویه 2017 و به یک ناو فریگیت عربستان سعودی به نام المدینه خساراتی وارد کرده. کار دیگری رو، یعنی وسیله دیگری رو که حوثی ها در اختیار دارن، مین‌های دریایی، از نوع مین‌های دریایی صدف که ایران در اختیارشون گذاشته. در گذشته از این مین‌ها استفاده کردن، رها کردن حتی این رو در دریای سرخ در مسیر کشتیرانی که البته نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا اینا رو کشف و خنثی کردن. اینها رو در اختیار دارن حوثی ها، ولی در مقابل آمریکایی‌ها در منطقه هستند. بعد تشکیلات دیگری هم ما در منطقه داریم، مثل ساختار امنیت دریایی بین المللی در چارچوب به حساب سنتکام و همینطور نیروهای مشترک دریایی که نیروهای رزمی مختلفی داره، به ویژه نیروی رزمی 152 که مسئولیتش خلیج فارس و دریای عمان است. و اینها واقعا میتونن جلوی این حرکات احتمالی حوثی ها رو بگیرن. حوثی ها به دنبال کشتی های به باور من تجاری مال اسرائیل هستن. یک وسیله که میتونه این اطلاعات در اختیارشون بذاره در مورد کشتی ها حوثی ها همون کشتی بهشاده که مال سپاه پاسدارانه که جایگزین کشتی ساویس شده و در نزدیکی باب المندب همیشه لنگر انداخته و رفت آمد و ترددها رو کنترل میکنه. خیلی کوتاه اگر بفرمایید، حدس میزنم اسرائیل احتمالاً خیلی کشتی‌های تجاریش با پرچم خود اسرائیل مانند بسیاری از کشورهای دیگر
حرکت نمی‌کنن دیگه. خود این چقدر کارو پیچیده‌تر می‌کنه برای حوثی‌ها که در بیابن کدوم کشتی تجاری متعلق به اسرائیل هست یا نه؟ خب همین دقیقاً انگشت گذاشتین روی نقطه بسیار حساس. این برای حوثی‌ها مشکل خواهد بود، ولی در گذشته با توجه به سوابق جمهوری اسلامی و حملاتی رو که به کشتی‌های متعلق به اسرائیل یا با صاحبان اسرائیلی یا وابسته به شرکت‌های اسرائیلی با پرچم‌های مختلف به اینا حمله کرده، اینجاست که یک کشتی مثل بهشاد مال سپاه پاسداران میتونه از نظر اطلاعاتی کمک بکنه به حوثی‌ها که اینا بتونن با استفاده از به حساب سواحل خودشون در دریای سرخ و رفت آمد کشتی ها در اون منطقه ضرباتی بزنن. اینکه واقعا بتونن این رو عملی بکنن با حضور ناوهای آمریکایی و ناوهای تشکیلات دیگر، این بحث دیگری است. ممنونم از شما حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی از نیوکاسل. همونطور که پیشتر گفته شد، ده ها هزار نفر از طرفداران اسرائیل در حمایت از این کشور در جنگ با حماس در اینجا در واشنگتن دی سی تجمع کردند. تصاویر زنده رو دارید میبینید از تجمع تعدادی از این حاضرین. گزارش ها حاکی از اینه که نزدیک به 200,000 نفر در تظاهرات امروز اینجا در واشنگتن دی سی شرکت کردند. آرش علایی خبرنگار ما از محل این تجمع با ماست. آرش، حرف از 50,000-60,000 نفر بود، الان میبینم که بعضی رسانه میگه نزدیک به 200,000 نفر شرکت کردن. سخت است که بشه گفت چقدر، ولی جمعیت زیاد هست. با این حال یه مقدار پراکندن، یعنی توشون وسط یه جای خالی هم پیرا میکنی. من در کار تخمین نمیتونم باشم، 10,000 نفر که حتما هستند، نمیدونم آیا 100,000 نفر هم میرسه یا خیر، ولی جدای از این با مردمی که من اینجا صحبت کردم از همه جای آمریکا اومدن، بیشترشون مخصوصا چند تا از جوانهای اسرائیلی وقتی میفهمیدن ما ایران اینترنشنال هستیم خیلی با علاقه سوال میپرسیدن راجبه ایران. چند تاشون از ما پرسیدن راجبه تظاهرات زن زندگی آزادی، راجبه که چقدر مردم در ایران از جمهوری اسلامی متنفرن. و واسه من خیلی جالب بود که سری جوانان، خب اینا آمریکایی هستن ولی جویش هستن، در واقع یهودی های آمریکایی هستن، اینقدر اطلاعات دارن در مورد ایران. غیر از اون هم به نظر می آید که از لحاظ امنیتی به شدت آمریکایی ها سعی کردن که اینجا رو امن نگه دارن. نیروهای نشنال گارد رو می بینید، گارد ملی آمریکا که فرا خونده شدن برای اینکه امنیت این منطقه رو حفظ کنن. دور تا دور تظاهر کنندگان رو حصار کشیدن برای اینکه مطمئن شن از لحاظ امنیتی چه اتفاقی برای مردم نمی افتد. یکی دو تا گروه تقاضا کرده بودن که تظاهرات کنندگان مخالف بودن که بخوان دور و اینجا تظاهرات برگزار کنن، بهشون اجازه داده نشد، مجبور شدن برن خیلی عقب‌تر که یه وقت اتفاقی بین این دو گروه تظاهر کننده نیفتد. و افراد دیگه که من از مردمی که اینجا اومدن باشون صحبت کردم گفتن که این ایده یک تظاهرات برای طرفداری از اسرائیل و برای حمایت از اسرائیل یکی دو هفته است که در جریان هست، بیشتر در خود کنیسه ها و در خود در واقع کامیونیتی های یهودی بین خودشون نگه داشتن و کمتر شما میدید در مثلا در سوشال میدیا ازشون صحبتی شده باشه، به خاطر اینکه خب احتمالاً نگران این بودن که از لحاظ امنیتی بخواد براشون مشکلی به وجود بیاره. از جوانایی که من اینجا بود چند تاشون دانشگاهی بودن، از وکلایی که از دانشگاه پن بودن، وکلایی که از دانشگاه ییل بودن یا حداقل ادعا میکردن مالا اونجا هستن، ازشون سوال کردم راجع به دانشگاه‌هایی که در آمریکا تظاهرات‌های ضد اسرائیلی زیادی است. چیزی که به من گفتن این است که احساس می‌کردن که این واقعا به صورت اقلیت در اومدن دوباره یهودی‌ها در آمریکا، مخصوصا در دانشگاه‌ها. بعضی‌ها حتی مخفی می‌کنن که یهودی هستن از ترس اینکه یه وقت بهشون حمله بشه، یا توی سوشال میدیا خودشون میگن، بعضی وقت‌ها حتی دوستاشون یه سری پستایی رو می‌ذارن که به نظر اینها، به نظر یهودی‌ها خیلی محترمانه نمیاد، خیلی توهین‌آمیز میاد. و به من گفتن مردمی که
اینجا آمده بودن که برای اولین بار هست در 40 روز گذشته که احساس میکنن که متعلق به اینجان. افرادی که دور و برشون هستن مثل اونا فکر میکنن همه در حمایت از اسرائیل اومدن اینجا، میتونن به راحتی حرفشون رو بزنن و این تا حدی دردی است که ما ایرانی ها میتونیم حسش کنیم، مخصوصا ایرانی هایی که از نظام جمهوری اسلامی فرار کردن. ما میتونیم این حس، این که در اقلیت هستی، شما نمیتونی راجع به عقایدت صحبت کنی، نمیتونی راجع به اون چیزی که بهش باور داری صحبت بکنی، این حس رو برای ما آشناست. ولی چیزی که من اینجا دیدم و در طول یکی دو ساعت گذشته، الان دیگه آخرای این تظاهرات هست، حمایت گسترده آمریکایی‌ها، مخصوصا آمریکایی‌های یهودی، گروه‌های مسیحی حتی دیدیم دور و بر بودن با یه سری پلاکارت‌ها و ساین‌ها. این مخصوصا فردا دیگه یاد باشه هفته قبل هم یک تظاهراتی در حمایت از حماس برگزار شد اینجا در دی سی و خیلی اسرائیلی ها و یهودی ها سعی میکنن که خودشون رو در واقع از تکوتا نیندازن. به نظر میاد که تا حدود این تظاهرات در پاسخ اون تظاهرات هم هست، مخصوصا گزارش هایی که شما میگی، حالا 200,000 تا، حالا من که باز نمیتونم تخمین بزنم، ولی به نظر میاد که به نوعی میخوان نشان بدهن که حمایت از اسرائیل و یهودیان خیلی گسترده است. ممنونم از سارش علایی از تفرجگاه ملی آمریکا در مرکز واشنگتن دی سی. صدراعظم آلمان ساعتی پیش در توییتی خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همه گروگان‌های در دست حماس شد. اولاف شولتز نوشته حماس بیش از 5 هفته است که زنان، افراد مسن و کودکان را به گروگان گرفته. صدراعظم آلمان در عین حال حرفای رجب طیب اردوغان درباره اسرائیل رو که گفته بود این کشور با حملاتش در غزه مشروعیتش رو زیر سوال بود برده، پوچ و بی‌معنی خوند. Griechenland liegt an der europäischen Außengrenze. اسرائیل حق داره و همچنین وظیفه داره که از خودش و شهرونداش دفاع کنه، البته در چارچوب قوانین بین المللی. وقفه های بشردوستانه و حفاظت از غیر نظامیان، کمک های بشردوستانه یا خروج شهروندان خارجی از غزه اهمیت زیادی داره. همچنین این امکان رو میده که مجروحان به بیمارستان منتقل بشن یا گروگان ها آزاد بشن. مهران براتی، کارشناس روابط بین الملل از برلین با مساق براتی، به گمانم آلمان واقعا در شرایط پیچیده قرار داره، البته همه کشورهای متحد اسرائیل، ولی آلمان به طور خاص هم به خاطر پیشینه‌ای که داره، هم به خاطر روابطی که با ترکیه داره، هم به خاطر میزان مهاجران مسلمانی که در این کشور زندگی میکنن، خیلی بالانس سختی داره که برقرار بکنه. بله همینطوره. در صورت توییتی که شما بهش اشاره کردید نشان از این داره که دولت آلمان سرمایه‌گذاری بزرگی روی میانجیگری قطر کرده بود برای آزادی گروگان‌ها. به نظر میرسه خب البته هر نوع میانجیگری همراه با قید و شرطه. به نظر میرسه که قطر نتونسته در این راه کار مهمی انجام بده و آلمان ها چون ناامید شدن از این میانجیگری، الان صحبت از این میکنن که گروگان ها باید بدون قید و شرط آزاد بشن. معنیش این است که ما راه های دیگری رو خواهیم رفت. اما در رابطه با اون چی که مربوط به آلمان میشه، دولت آلمان و حکومت آلمان با یک چالش استراتژیک روبرو شده. خب ما اگر داده ها رو که دولت آلمان بهش اشاره میکنه ببینیم، اولین از که گفته شده اتاق فرمان حمله حماس به اسرائیل در ایران و در تهران بوده، یعنی جمهوری اسلامی خواسته با این اقدامش اسرائیل رو هر چیز بیشتر از کشورهای عربی دور کنه، مواضع کشورهای عربی رو به مواضع جمهوری اسلامی و خواستهای فلسطینی ها نزدیکتر کنه. دوم گفته شده که حماس رأساً این کار رو کرده با این فکر که حزب الله لبنان رو با دستگاه نظامی و موشکی بسیار گسترده وارد این جنگ کنه و در پس اون جمهوری اسلامی رو. خواستش هم این هست که حماس خواستش این هست که اسرائیل رو در طول زمان دچار یک جنگ فرسایشی کنه و به تدریج نیروهای اسرائیل اونقدر تحلیل بره که اون وقت حماس در موضع برتر بتونه مذاکره کنه. مسئله سوم هم این هست که اصلا این جمهور، هر سه اینها، یعنی هم حماس هم
حزب الله لبنان و هم جمهوری اسلامی فکرشون این است که غرب و اسرائیل الان به اندازه کافی ضعیف شدن در این منطقه که با این گونه حملات میشه تغییری در توازن قوای منطقه‌ای به وجود آورد و به سود مواضع جمهوری اسلامی با شرکت روس‌ها، به ویژه اینکه غرب الان دچار جنگ روسیه با اوکراین هم هست. در میان همه این مواضع الان دولت آلمان باید یک موضع استراتژیک کنه و این مسئله بسیار بسیار مشکلی، چون دولت آلمان از ابتدای موجودیتش گفته که دیگر هرگز نه، یعنی هولوکاست دیگر هیچ وقت نباید تکرار بشه و ما 100% به هر شکلی که هست همیشه همراه اسرائیل خواهیم بود. الان جنگ در شرایطی به وجود آورده که صدر آلمان صحبت از رعایت قوانین حقوق بشری بین المللی میکنه، یعنی از یه طرف قبول میکنه که اسرائیل باید از مواضع خودش، از موجودیت خودش دفاع کنه، از اون طرف میخواد قوانین انسانی و حقوق بشری بین المللی هم رعایت بشه. در این میان اون وقت باید به همه پرسش های استراتژیک هم جواب بده. این مخمسه ایست که الان سیاست دولت آلمان گرفتار شده. مسئله حضور مسلمانان در آلمان الان نقش مهمی در این مسئله بازی نمی‌کنه. ممنونم از شما مهران براتی، کارشناس روابط بین الملل از برلین آلمان. وزیر خارجه اسرائیل گفته آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل فردی مناسب برای رهبری این سازمان جهانی نیست. الی کوهن در کنفرانس خبریش در مقر سازمان ملل در ژنو گفت آقای گوترش به اندازه کافی برای محکوم کردن گروه حماس اقدام نکرده و بیش از حد به جمهوری اسلامی نزدیکه. گفته دبیر کل سازمان ملل باید سریع و با صدای بلند بگه که غزه باید از دست حماس آزاد بشه. مریم رحمتی از نیویورک با ماست. مریم، در این چند هفته گذشته چند بار حرف از این زدیم که چقدر تنش بین سازمان ملل و اسرائیل بالا گرفته و به نظر نمیاد با اظهاراتی این چنینی که از وزیر خارجه اسرائیل داریم میشنویم نشانه از کاهش این تنش هم در افق دیده بشه. اتهام بزرگی حرف‌های وزیر خارجه اسرائیل درباره دبیر کل سازمان ملل و نکته عجیبش این هست که این اظهارات رو الی کوهن در مقر سازمان ملل در ژنو در یک کنفرانس خبری مطرح میکنه و میگه که دبیر کل سازمان ملل شایسته رهبری این سازمان نیست و متهم میکنه دبیر کل رو با نزدیکی به جمهوری اسلامی ایران و دقیقا مشخص نمی کنه که دلیل این که دبیرکل سازمان ملل به نظر او نزدیک هست به جمهوری اسلامی ایران چی هست. ولی موضوعی که مکررن مقامات اسرائیل در یک و نیم ماه گذشته مطرح کردن، کمتر از یک و نیم ماه در واقع، این بوده که دبیرکل سازمان ملل به اندازه کافی از پلتفرمی که در اختیار داره استفاده نکرده تا حملات 7 اکتبر از سوی حماس به اسرائیل رو محکوم بکنه و همش برمیگرده به اون زمانی که دبیرکل سازمان ملل یک سخنرانی داشت در شورای امنیت سازمان ملل که خود الی کوهن هم حضور داشت و در اون جلسه شورای امنیت دبیرکل سازمان ملل در ادامه سخنرانیش که اول عملات حماس رو محکوم کرد و خواستار آزادی گروگان ها شد، در ادامه سخنرانیش اشاره کرد که حملات 7 اکتبر که حماس انجام داده در خلاء اتفاق نیفتاده و او گفت که فلسطینیان با 56 سال اشغال خفقان آور در واقع دست و پنجه نرم کردن و همین موضوع بود که در جریان جلسه الی کوهن به دبیرکل سازمان ملل حمله کرد و از او خواستار عذرخواهی شد و بعدن هم خود نماینده دائم اسرائیل در سازمان ملل خواستار استعفای دبیرکل سازمان ملل شد، در حالی که ما در تاریخ سازمان ملل شاهد چنین تنشی میان یکی از کشورهای عضو سازمان ملل با دبیر کل نبودیم. ولی نکته قابل توجه این هستش که دبیر کل در یک ماه گذشته از موضع خودش عقب نشینی نکرده و او همواره در کنار اینکه خواستار آزادی گروگان ها شده درباره آتش بس فوری میان اسرائیل و حماس هم صحبت کرده
و اشاره کرده به اینکه وضعیت بشری در نوار غزه چطور هست و اینکه مردم غزه نیاز به آب، سوخت، برق و مواد غذایی دارند و همین موضوع هست که اسرائیل هنوز از دبیر کل سازمان ملل شکایت داره که دبیر کل سازمان ملل به اندازه کافی خواستار این نشده که حماس باید از سوی اسرائیل نابود بشه. به هر حال این تنش ها به جای این که این روزها همونطور که تو اشاره کردی یکم فروکش بکنه داره اتفاقا بیشتر هم میشه. ما شاهد اظهارات مقام های مختلف اسرائیل هستیم درباره موضع دبیر کل، از نماینده دائم او یا سفیر اسرائیل در سازمان ملل گرفته تا وزیر خارجه و مقامات دیگر در داخل اسرائیل که انتقاد میکنن از دبیر کل و این انتقادها هم روز به روز بیشتر میشه. ولی موضع دبیر کل در واقع به خاطر از دست دادن چندین کارمند سازمان ملل، تقریبا 100 کارمند سازمان ملل در نوار غزه در یک ماه و نیم گذشته جون خودشون رو از دست دادن و مردم نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارن و دبیر کل از اون سو هم زیر فشار هست که صدای مردم نوار غزه و فلسطینیان باشه. برای باید ببینیم که در هفته‌های پیش رو این تقریبا اختلافات به کجا ختم خواهد شد. ممنونم از تو مریم رحمتی، خبرنگار ما از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. به گزارش CNN وزیر خارجه آمریکا در ایمیلی به کارکنانش اختلافات در وزارت خارجه رو بر سر رویکرد دولت بایدن در مورد جنگ اسرائیل و حماس تایید کرده. این پیام در پی سفرهای اخیر آنتونی بلینکن و در میان مخالفت‌ها نه تنها از کارکنان این وزارتخانه بلکه از دولت بایدن ارسال شد. آقای بلینکن گفته با آگاهی از اینکه رنج ناشی از بحران میان اسرائیل و فلسطینیان صدمات شخصی عمیقی بر کارکنان وزارت خارجه داشته، این وزارتخانه با ساماندهی جلساتی نظرات کارکنان رو در این باره حتی اگر مخالف روی کرده دولت باشن هم میشنوه. به گفته او همونطور که اسرائیل حق دفاع از خودش رو در چارچوب قوانین بین‌المللی داره، فلسطینیان هم باید بعد از این بحران امور غزه رو به دست بگیرن. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن با ماست. خانم پزشک، خیلی از دولت‌های غربی با چالش عمده‌ای روبرو هستند، برای اینکه بالاخره افکار عمومی همه یک صدا نیستند در مورد موضع دولت‌هاشون. ایالات متحده به خصوص در شرایط ویژه قرار داره چون مهمترین حامی اسرائیل هست در جهان و به نظر میاد که این چالش تا خود وزارت خارجه هم کشیده شده. همینطور در سالهای اخیر، شاید در یک دهه گذشته کمی شاید بیشتر، یه اختلافی هم نسلی هم حزبی پیش اومده در مورد ساپورت اسرائیل در میان افکار عمومی آمریکا. با اینکه هنوز ساپورت اسرائیل برای دولت، همونطور که خودتون هم اشاره کردین، مهمترین حامی اسرائیل دولت آمریکا هست در جهان، بین نسل جدیدتر در آمریکا در طیف دموکرات‌ها، پروگرسیو‌ها و حتی در بین جمهوری‌خواها، طیفی که حتی شاید نزدیک‌تر باشن به راست افراطی، خب مخالف این سیاست‌ها هستن. طیف راست افراطی به دلیل خب یهودی ستیزی که دارن و کلا نگاه به درون و موافق حمایت آمریکا از کشورهای خارجی در مجموع نیستن و پروگرسیو‌ها در سیاست اسرائیل کلا رو نمیپذیرن و فکر میکنن که آمریکا یه سیاست منصفانه رو اتخاذ نکرده. جایی حتی در بین حزب اختلاف افتاد که آقای نتانیاهو در دوران برجام اومد در کنگره و علیه رئیس جمهور مستقل سخنرانی کرد. از اونجا به بعد و بعد از اتفاقات دوران آقای ترامپ و اون روابط نزدیک آقای ترامپ و آقای نتانیاهو خارج شدن از برجام، در کردن شنیدن بیشتر عمومی این حرفا، ولی در نهایت رئیس جمهوری که سیاست خارجی رو تعیین میکنه، لابی اسرائیل خیلی قوی هست در واشنگتن و کلاً سیاست‌گذاری در واشنگتن به لابی‌ها وابسته است. فارغ از اینکه ما خودمون بیاد موافق باشیم یا مخالف باشیم، یه بخشی از سیاست‌گذاری از این طریق جلو میره و باز همونطور که قبلاً اشاره کردم، رئیس جمهوری که تصمیم نهایی رو در مورد سیاست خارجی میگیره. آقای بایدن سیاستش تقریباً مشخص، حمایتش از اسرائیل چیز مخفی نیست، سال‌های سال از حامیان جدی اسرائیل و سیاستشون بوده و
فارغ از اینکه چقدر در داخل وزارت خارجه یا حتی در کسایی که در کنگره کار میکنن، نه نمایندگان که در دفتر نماینده ها کسانی که کار میکنن، تاثیر زیادی نخواهد گذاشت. جایی تاثیر گذار میشه که رای دهنده ها بتونن روی انتخابات تاثیر بگذارن، که هنوز به نظر نمیاد که این میزان رای دهندگانی که ممکنه انتخابات رو با خطر مواجه بکنن برای آقای بایدن چقدر جدی باشه، و به خاطر همین میبینیم که خیلی اتفاق عملی نیفتاده. هرچی این جنگ بیشتر و بیشتر پیش بره جلو، اتفاقات 7 اکتبر کم کم از ذهن‌ها فراموش میشه و تصاویر که الان از غزه میاد بیرون بیشتر خب در خبرها هستش، سخت‌تر میشه برای آقای بایدن ادامه دادن این سیاست. و به هر حال مثل الان که داره یه مقداری فشار رو برای یه نوعی از آتش بس جلو میبره، ممکنه ناچار بشه که جلو ببره. ولی در نهایت فعلا اکثر سیاستمداران آمریکایی، خصوصا قدیمی‌ترها، کماکان خیلی جدی حامیان اسرائیل هستن و بعیده که در این سیاست تغییر جدی حاصل بشه. از نظر سیاست داخلی هم برای دولت بایدن انتخاب دشواری اینطور نیست، برای اینکه هم حزب دموکرات به طور سنتی مورد اقبال گسترده یهودیان آمریکا هست، هم بسیاری از مسلمان تبارها هم به دموکرات‌ها رأی میدن و پیدا کردن اون بالانس که هیچ کدام از رأی دهنده ها رو از خودشون نرنجونن هم به گمانم کار دشواریه. همینطوره. البته که یک سری از یهودیان آمریکا مثلا در نیویورک، اون شبی که در یونین استیشن نیویورک تظاهرات بود علیه جنگ و برای آتش بس، یهودیان آمریکا بودن که داشتن اون رو در واقع رهبری میکردن. بخش بزرگی از یهودیان آمریکایی خیلی حامی برخی سیاست های دولت فعلی اسرائیل شاید حتی نباشن، ولی اون بخش مسلمان هاش اتفاقا شاید خیلی اهمیتی پیدا نکنه، چون به عنوان بلوک رای مسلمان ها هنوز عرب یا مسلمان ها، حالا تمام اون طیفی که ممکنه تاثیرگذار باشن در اقلیت، نه پروگرسیف های سفید پوستی که حامی دموکرات ها هستن و ممکنه با این سیاست مشکل داشته باشن، ولی شاید 1% رای هم در ایالت های تاثیرگذار نرسن. و خب اگر توی اون ایالت ها قرار باشه آقای بایدن با مشکل مواجه بشه، یعنی خیلی مشکلات عمیق تری داره. بنابراین هنوز بعد رأیشون اونقدر قوی نیست، تاثیرگذاری به عنوان بلوک رأی اونقدر شدید نیست برای ریاست جمهوری که نگران بکنه. ولی اتفاقی که میتونه بیفته، همونطور که قبلا هم گفتم، اینه که اگر کل طیف دموکرات خیلی اشتیاقی به رای دادن نداشته باشن، ممکنه هیچ کدوم نرن به آقای ترامپ که جایگزینه برای مثال رای بدن، یا به کاندیدای جمهوری خواه رای بدن، ولی ممکنه روز انتخابات هم شرکت نکنن. بین خونه موندن و رای دادن به آقای بایدن، خونه موندن رو انتخاب بکنن، که اون وقت یک چالش بزرگ میشه. ولی در نهایت هنوز اونقدر شدید نبوده، علیرغم تمام نظرسنجی‌هایی که اومده بیرون و آقای بایدن عقب هست با اختلافات خیلی زیادی فعلا از رقیب فعلی که آقای ترامپ به نظر میاد باشه عقب هست، به نظر نمیاد که این شرایط فعلی تاثیر جدی گذاشته باشه به تغییر سیاست آقای بایدن، یعنی جوری که محسوس باشه و بخواد تکاپوی جدی بکنه برای تغییر مسیر. ممنونم. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن. جو بایدن و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین فردا چهارشنبه در حاشیه نشست همکاری های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه دیدار میکنند. تعدادی از رسانه ها میگن جنگ اوکراین و مناقشه در خاورمیانه و مسئله تایوان از محورهای اصلی این دیداره. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، اینجا در استودیو به ما پیوسته. آقای قائدی، به گمانم این دیدار در یکی از مهمترین دورهای تاریخی فعلی صورت میگیره، در حالی که منطقه در آتش جنگ داره میسوزه در خاورمیانه و نگرانی در مورد تایوان هم همچنان گسترده است. درود به شما و مخاطبین برنامه، فرمایشتون درسته، اما آمریکا و چین در خصوص خاورمیانه یک توافقی دارن برخلاف اختلافاتی که در زمینه‌های دیگه دارن، و هر دو کشور، چین به این دلیل که بیش از 50% نفتش رو داره از خاورمیانه میاره و چیزی هولوش 70 میلیارد دلار مبادلاتش فقط با یک کشور خاورمیانه عربستانه، بنابراین تمایلی نداره که این روند قطع بشه. آمریکا هم همینطور تمایلی نداره به اینکه آتش جنگ در خاورمیانه گسترده‌تر بشه، چون در نهایت این آمریکا هست که درگیر خواهد شد. بنابراین در این حوزه با هم توافق دارن. اما اگر که بخوام تصویر بزرگتر رو در واقع نشون بدیم، آمریکا و چین در حوزه‌های مختلف با هم دیگه اختلاف نظر دارن، گرچه آمریکایی‌ها تلاش میکنن این رو به عنوان بیشتر رقابت مطرح کنن، اما واقعا داره به سمت تخاصم پیش میره. این حوزه‌ها شامل اینه که مثلا چین
500 کلاهک هسته‌ای توسعه داده تا 2030. بر اساس گزارش یک نهاد اطلاعاتی آمریکایی بیش از 1000 کلاهک هسته‌ای خواهد داشت. این یکی از اون حوزه است. دو، در مورد تایوانه که شما اشاره کردید و سازمان سیا یک برآوردی داره که چین احتمال داره 2027 به تایوان حمله کنه. موضوع دوم. موضوع سوم، یه چیزی هولوش 2400 میلیارد تریلیون دلار که فقط 700 میلیارد دلارش مبادلات آمریکا و چینه، حجم مبادلاتیه که چین 2.4 تریلیون حجم مبادلات چین با 4 منطقه است: یک آمریکا، دو اتحادیه اروپا، حدود 1000 میلیارد دلار اتحادیه اروپا و 600 میلیارد دلار ژاپن و کره جنوبی. یعنی این در هم تنیدگی اقتصادی برای آمریکایی‌ها به شکل یک تهدید خودشو داره نشون میده. قبلا صحبت از دیکاپلینگ یا جدا شدن اقتصادی از چین میکردن، الان صحبت از ریسک زدایی میکنن، اما در هر حال برای آمریکایی‌ها این یک موضوعیه که تهدید برانگیزه و نگران کننده است و دارن منابعشون رو تنوع میبخشن به سمت مثلا هند و مکزیک و کشورهای دیگه میرن. و تمام اینها رو ما میتونیم در چند حوزه ببینیم. یکی اون در واقع نشست ناتو در بیانیه پایانیش 16 بار اسم چین میاد. دو، و مهم تر از اون، در یک گزارشی که به شکل بایپارتیزن بود، یعنی هر دو تا حزب روش کار کرده بودن، در کنگره آمریکا هولوش یک ماه و نیم پیش در اومد، بیش از 250 بار اسم چین اونجا به عنوان یک تهدید در 10 سال آینده مطرح شده. بنابراین این نگاهی که آمریکایی‌ها به چین دارن و در مقابلش چین درکی که داره اینه که آمریکا در سخنرانی معروف آقای شی جینگ پینگ گفتش که دارن ما رو به سمت کانتینمنت میبرن. کانتینمنت اون ادبیاتیه که در زمان جنگ سرد بین آمریکا و شوروی در جریان بود، یعنی که این که چین رو مهار کنن دقیقاً. و خب رفتارهای آمریکا می رو به چین نشون میده، یعنی سازمانی مثل آکس رو ایجاد کرده و تقویت کرده که با حضور بریتانیا و استرالیا چین رو در یک طرف مهار میکنه. سازمان کواد رو ایجاد کرده که با حضور هند و ژاپن و استرالیا چین رو از یک سمت دیگه مهار کرده. در نشست کمپ دیویدی که در تابستون برگزار شد، دو تا دشمنی که قدیمی هستند رو در شرق آسیا مثل کره جنوبی و ژاپن رو آمریکا علیه چین متحد کرد. و این فضا فضاییه که کلا فضاییه که به سمت تخاصم بیشتر پیش میره. جنگ تعرفه ها رو ما داشتیم که بسیار اثرگذار بوده رو اقتصاد آمریکا، رو بحث کشاورزی آمریکا. و در این فضاست که دو تا رهبر همین که بشینن و با هم صحبت کنن، این به این مفهومه که تنش ها میتونه در سطوح عالی کنترل و مدیریت بشه، به سمت تخاصم بیشتر نره، به خصوص بعد از اون بالونی که آمریکا از چین مورد هدف قرار داد. و یک نکته دیگه هم مهمه که اونم اینه که انتخابات سال آینده آقای بایدنه، یعنی در عین اینکه رهبران با هم ملاقات میکنن، من گمان میکنم که یکی از اولویت ها اینه که آمریکا بدون چین در انتخابات دخالت نخواهد کرد یا شرایط رو به سمتی نخواهد برد که انتخاب آقای بایدن سخت بشه. ما قبلا در ملاقات‌های رهبران مثلا آقای اوباما و پوتین دیدیم که قبل از انتخابات میکروفون آقای اوباما روشن بود و داشت به پوتین میگفتش که هوای منو داشته باش، من قراره سال بعد برای رأی‌گیری برم و اینا. خلاصه این صحبت‌ها اینچنینی هم بعید نیست. در این فضایی که من ترسیم کردم، به نظرم خاورمیانه اتفاقا اون نقطه‌ایه که چین و آمریکا سرش توافق دارند و موضوعات اساسی‌تری هست که توی این نشست به نظرم مطرح بشه. محمد قائدی از دانشگاه جورج واشنگتن اینجا در استودیو، ممنونم از شما. دیروز یک شبکه تلویزیونی نزدیک به گروه شبه نظامی کتایب حزب الله عراق ویدئویی رو از الیزابت سورکوف، پژوهشگر اسرائیلی روس، منتشر کرد که 8 ماه پیش در عراق ربوده شده بود. سخنان او اشاره‌ای به جنگ اسرائیل و غزه داره که ماه پیش آغاز شد. پیشتر دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده بود خانم سورکوف رو گروه کتایب حزب الله مورد حمایت ایران ربوده. دانشگاه پرینستون اعلام کرده که خانم سورکوف برای تحقیقات مربوط به پایان‌نامه دکتراش در عراق حضور داشته. اما در ویدئویی که منتشر شده، خانم سورکوف میگه که او جاسوس اسرائیل و آمریکا بوده و قصدش دامن زدن به درگیری بین شیعی در عراق. ایران اینترنشنال نمیتونه تایید کنه خانم سورکوف تحت چه شرایطی صحبت کرده و آنچه پخش میشه صرفاً ترجمه صحبت‌های خانم سورکوف. الیزابت سورکوف، انی ازرخیت اسرائیلیت، گلی עוד מעט 37. אני לפני שעזבתי את ישראל ועברתי לארצות הברית, גרתי בתל אביב בשכונת גן החשמל. בשנים שבהן גרתי בארצות הברית עבדתי לטובת המוסד ב-CIA. בתחילת עבודתי עבדתי בסוריה בבניית הקשר בין ישראל.
خب بخش از صحبت‌های او رو می‌شنیدید که متأسفانه ترجمه فارسی نداشت. همونطور که پیشتر هم بهتون گفتم او در این ویدیو که صحبت می‌کنه ما نمی‌تونیم تایید بکنیم در چه شرایطی صحبت کرده. طبیعتاً مشخص هستش که شرایط اعتراف اجباری بوده. جابر رجبی فعال و تحلیلگر سیاسی به ما پیوست. آقای رجبی، شما گروه‌های عراقی مورد حمایت جمهوری اسلامی رو به خوبی می‌شناسید. به نظرتون چه بوده دلیل اینکه الان این ویدیو رو از او منتشر کردن؟ سلام آقای پرداد. قبلش باید در مورد خانم الیزابت یک نکته رو بگیم که ایشون یک خبرنگار نه یک محققی بودن که شناخته شده بود، یعنی این نبود که نشناسن ایشونو و حتی صحبت‌ها و ایناش خیلیش مخالف نتانیاهو بوده، اصلا خیلی او تو صحبت‌هاش به دنبال صلح در خاورمیانه و اینها بود، غیر اون سفرهایی هم داشته. در این سفر هم اون میره برای مصاحبه، یعنی خیلی رسما خودش رو معرفی کرده بوده، گفته بوده، درخواست مصاحبه داده بوده و بعد رفته بوده و این اتفاق افتاده بوده. اما اون صحبتی که توی قنات رابعه، یعنی تلویزیون رابعه نزدیک به کتاب حزب الله توی دیشب پخش شد، چند نکته داره. یک نکتهش اینه که یک ربطی داره به اتفاقات عراق. امروز ما میدونیم که رئیس پارلمان عراق محمد الحلبوسی رو به خاطر اینی که روابطی داشته با اسرائیل اون رو از پارلمان عضویتش رو منحل کردن و اون رو از ریاست پارلمان برداشتن. بعید نیست که این هم در اون پروژه بوده باشه. نکته دوم اینه که کتایب حزب الله الان و کلا جمهوری اسلامی و اینها هر کدوم دنبال اینن که یک کیکی از این اتفاقات منطقه استفاده بکنن. صحبت هایی رو که دیشب از ایشون پخش شد، خب مشخصه در ما مردم ایران آشنان با این گونه از این مصاحبه ها، اما خیلی از کارشناس ها رو من بررسی میکردم تو شبکه های عربی، حتی شیعی، حتی بعضی طرفدارها، اونها زبان بدن خانم الیزابت رو نشانه از ترس، نشانه از شرایط سختی رو میدادن که برایشون اتفاق افتاده. توی کانتکست و محتوای این جنگ اسرائیل و غزه چقدر فکر میکنید که ممکنه از او به عنوان یک مهره برای چانه زنی استفاده بکنه؟ عرض کردم توی هر گروهی، حالا فارغ از اینی که مثلا جمهوری اسلامی یک رویکرد کلی داره، اما گروه های کوچکتری که نیابتی ایران هن، اونها هم میخوان یک اعلام حضوری بکنن، اعلام نفوذی بکنن. در مورد خانم الیزابت هم همینه. کتای حزب الله حملات مختلفی رو پادگانه آمریکایی داشته، شاید این یک جوری میخوان ترس از اون انتقامی که آمریکا بخواهد بگیرد، میخوان بگویند که ما این اسیر رو داریم. اما خب ما میدونیم که اسیرهای خیلی بیشتری امروز در اختیار حماس، مقداری در اختیار جهاد اسلامی است. اما خیلی ها نظرشون این بود که این اعترافات نه در چارچوب مسئله مثلا فلسطین و اسرائیل، بلکه در چارچوب تسویه حسابهای در داخل عراق که ما میدونیم جمهوری اسلامی و گروهای نزدیک به جمهوری اسلامی شروع کردن پله پله گروه های دیگر رو حذف بکنن. یک نکته ای هم که در مورد این وجود داره، اون میگه که من برای شعله ور کردن آتش درگیری بین جریان صدر و گروه های دیگه وارد عراق شدم. خب وقتی این رفته برای مصاحبه که اصلا اون اتفاقات تموم شده بود و حتی سودانی به نخست وزیری رسیده بود، همه اینها نشون میده که الان در شرایط فعلی در حال اینه که هر کدوم بتونن مساله خودشون رو پیگیری کنن. در این نزاع فعلی به نظر میاد جمهوری اسلامی نسبتاً داره محتاط عمل میکنه. خب الان انتشار این ویدیو دوباره به یه شکل دیگری، حالا هر چقدر هم که نیابتی باشه، پای ایران رو وارد این موضوع میکنه. چقدر فکر میکنید که میتونه تهدیدی ایجاد بکنه برای ایران با توجه به شرایط فعلی؟ تهدید برای جمهوری اسلامی بله، اما یک ربطایی هم میتونه داشته باشه به این مذاکراتی که صحبت از 10 میلیارد دلار توی عراق میکردن آقای فرخزاد، در وسط جنگ، در موقعی که جمهوری اسلامی به پادگانهای آمریکایی داره حمله میکنه، در موقعی که اون 6 میلیارد دلار آزاد شد و شاید چند روز خیلی نگذشته که حسن نصرالله میگه که ما تمام پولمون رو و نه ما و همه این گروه ها از ایران میگیرن.
صحبت از آزادی 10 میلیارد دلار در عراق میشه و این صحبت از یعنی فیلم از این خانم پخش میشه، شاید یک ربطی هم داره به اون مذاکرات. اما در واقعیت اینه که جمهوری اسلامی تلاش میکنه از این ماسک‌ها، از این چهره‌ها استفاده بکنه. دیدیم دیگه، الان میگویند که ما نیابتی نداریم، اینها تصمیم خودشونه، با اینکه قبل‌تر شاهد بودیم که اونها پرچم این گروه‌ها رو حاجی زاده گذاشت پشتش و علنی میگفتن که اونها از ما هن. جمهوری اسلامی تلاش میکنه این گروه که مال خودش رو بگه من فقط با اونها روابط دارم و بتونه به عنوان منجی معرفی بکنه خودش رو که امتیازات خودش رو بگیره. اما از سوی دیگه حملاتی که این گروه ها میکنن، کارهایی که این گروه ها میکنن، عموما برای اینه که جمهوری اسلامی بتونه در مذاکرات و در مسائلی که داره در بین المللی برای جمهوری اسلامی و نه ایران بتونن امتیاز بگیره. ممنونم از شما جابر رجبی، فعال و تحلیلگر سیاسی با ما. و ممنونم از شما که ما رو در این بخش از برنامه 24 همراهی کردید. پیش از پایان برنامه اجازه بدید دوباره تصاویر زنده ببینیم از تفرجگاه ملی ایالات متحده. همینجا در پایتخت این کشور واشنگتن دی سی ده ها هزار نفر از حامیان اسرائیل امروز در این تجمع شرکت کردند. رئیس جمهوری اسرائیل هم از طریق یک لینک ویدئویی در جمع حاضرین حضور پیدا کرد و سخنرانی کوتاهی داشت. بعضی رسانه‌ها حرف از این می‌زنند که نزدیک 200 هزار نفر امروز در واشنگتن دی سی در این تجمع شرکت کردند. در هفته‌های گذشته تظاهرات مختلفی در حمایت از اسرائیل و همچنین در حمایت از فلسطینیان در بسیاری از شهرهای مهم جهان برگزار شده. بیشتر اونها میشه گفتش که در حمایت از فلسطینی‌ها بوده، از جمله تظاهرات گسترده‌ای در لندن که احتمالاً تصاویر اون رو دیدید. حالا امروز اینجا در واشنگتن دی سی آنطور که بعضی رسانه‌ها گزارش می‌دهند چیزی نزدیک 200 هزار نفر از حامیان اسرائیل در پایتخت این کشور، در پایتخت ایالات متحده تجمع کردند تا از این کشور و جنگش در غزه حمایت کنند. اجازه بدید برنامه 24 امشب رو با این بخش از برنامه 24 امشب رو با همین تصاویر از نشنال مال یا تفرجگاه ملی آمریکا اینجا در واشنگتن دی سی به پایان ببریم.